با سلام خدمت شبکه خوب کانال جدید. این دفعه این امروز دومین بار برق بردن. الان ساعت 5 بعد از ظهر، یه بار ساعت 10 صبح بردن تا ساعت 1 بعد از ظهر، الان هم که 5 بعد از ظهر دوباره برق رو بردن. آب هم قطع. واقعا دولت آقای رئیسی داره ما رو شرمنده میکنه از این همه خوبی و رفاه. با تشکر از کانال جدید هفته گی پراید اینجا تو آمستردام، از این خیابون اصلی آمستردام که از اونور میرسه به سنترالش، اسم که پرچم کشورهای زدن که توش همجنسگرایی جرم و میکشن و زندانی میکنن، و این هم پرچم خرچنگیسان جمهوری اسلامی ایران. فاجعه خیلی بزرگی در راه هست که تقریبا اتفاقش افتاده، و اون سیل بسیار بسیار زیاد بیماران مبتلا به کووید هست که دیگه ما هیچ به هیچ وجه جوابگو نیستیم. نه نیروی انسانی داریم اندازه کافی و نه جا داریم، و حتی برانکار برای انتقال بیمار نداریم. فوج بیمار وارد بیمارستان قائم میشه، همینطور بیمارستان امام رضا، شاید الان بیمارستان قائم، بله هر حال ببینید که ظرفیتش کمتر هست و نمیدونم چه تصمیم بوده که هر دو بیمارستان به یک اندازه مریض بخوابونن، و هر حال هر دو بیمارستان درگیرن هم به بیمارستان ها. ما الان در بیمارستان قائم که من خودم چون اونجا دارم کار میکنم، بیمارستان امام رضا هم بلد که مدیر گروه هستم با خبر هستم، ما برانکارد برای انتقال بیمار نداریم. ما برانکارد برای انتقال جسد نداریم که حتی بعضی بذاریم و جسد بذاریم روش به آمبولانس منتقل کنیم. سرام نداریم، جا نداریم، تخت نداریم. من زمان جنگ هم تو بیمارستان کار کردم، در زمان ابتدای ورود جنگ، ولی اون موقع هم اینقدر ما تا جایی که یادم هست مشکلات نداشتیم به این شدت، چون این شدت کمبود تو مملکت نداشتیم. من ابتدا بود و همه آبادی ها خیلی زیاد بود در اون موقع، و مریض ها مریض های عفونی نبودن که بخوان جدا باشن. ماسک مثلا پزشک و همکارا باید بزنن، یه مقدار رعایت کنن، در صورتی که دیگه هیچ جای رعایتی نیست. ما همینطوری میریم داخل بخش و همینطوری میریم بالا سر بیمار، فقط یه ماسک لاجونی میزنیم. دیگه اغلب پرسنل بالا دستکش هم دستشون نمیکنه، اصلا دستکش هم حتی ما نداریم. خیلی 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 وضع خرابه. اگه به داد مردم نرسیم، واقعا فکر کنم یک کشدار از می باقی خواهد بود که در تاریخ خواهند نوشت. وایان آخوندی فکر میکرد با ریختن خون پاک شهید نوید افکاری، نوید از یادها برود، و وقتی آنها فکر میکردند که ما غمگینیم و گریه میکنیم، نمیدانستند که در دل شاد هستیم و نوید ما زیر خاک ریشه میزند و میلیون ها نوید از زیر خاک جوانه میزنند و بنیان حاکمیت پوشالی رژیم مرتجع و دیکتاتوری را از جا میکنند. من سید شاهین ناصری، شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری و فرزند افسر عالی رتبه ارتش سید عین‌الدین ناصری، دست تک تک مردم شریف ایران را به پاس حمایت ها از وحید و حبیب افکاری و مردم مظلوم می بوسم. مردم شریف ایران، فریاد مظلومیت خوزستان و سیستان و کردستان را بی‌پاسخ نگذارید و بدانید که آتش خشمتان رژیم فاشیست آخوندی را خاکستر می‌کند. نیروهای مردمی دی روستای چیارک شهرستان چلیبر جنگل‌های ارسوانان
ساعت 5 یانر الان ساعت 9 چه نیروهای مردمی و تو خواهمش دید خودت اهل جهرم شهر آدم خوشا جن خون و پر زنزور در دیشان خوشا شفا دخترم بسنا برادم دام آدم خواهر زدم و دل پر خون افتادم بیرون از دادگاه چه میخوای؟ از شب من اسم جان بنده میرم از شب دو کجا آقا از شب دو کجا آقا اسم عزیزانت که دستگیر شدن و اعدام شدن رو بگو محمود وطن پرست علی وطن پرست منو چهر وطن پرست شاهد باش شاهد باش شاهد باش I'm interview yesterday آروم باش آروم باش زنده باشی ممنونم که صحبت کردی من زرخام هستم فعال جنبش کارگری هستم با کمیته بین‌المللی علیه اعدام کار میکنم برادر جان باخته قزنفر اسدی هستم و دایی مسعود که عکسشو میبینید اینجا اعدام شد داییم و برادرم سال 1361 اعدام شدند. امروز روز سوم محاکمه حمید نوری است. برای این نوبت روز آخره من امیدوارم که این دادگاه آنقدر وسعت پیدا بکنه و به نتیجه برسه که پای جمهوری اسلامی و پای رئیسی هم به میان کشیده بشه. جنایاتی که جمهوری اسلامی و رئیسی انجام داده عمق و وسعتش آشکار بشه برای مردم ایران و کسانی که بانی این جنایات شدن باشون به دادگاه کشیده بشه. من امیدوارم که جنبش دادخواهی بیشتر از این متحد بشه و بیشتر از این وسعت پیدا بکنه و تمام کسانی که باعث این جنایات شدن به پای دادگاه بکشیده بشن. اهمیت دادگاه حمید نوری در اینه که اولا جنبش دادخواهی متشکل شده، جنبش دادخواهی متحد شده، وسعت پیدا کرده، گسترش پیدا کرده و اینکه یک افتاری است به سران جمهوری اسلامی که در خارج از ایران در هیچ مکانی، در هیچ زمانی اینا نمیتونن از دسترسی دادخواهان به دور باشن. مرسی.